آقای خزایی روی خط هستید. سلام بر شما، بفرمایید. به به آقای خزایی. بله بله، من این که داره پخش میشه تو سیمای چیز دیگه. یعنی من سلام عرض کردم. آقای خزایی بفرمایید، شما رو خطی. آره ولی من رو خطم، ولی الان توی خط سیما نیستم. الان چیز دیگه است، یکی دیگه حرف میزنه. نه نه، شما هستین. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندین آقای خزایی. اوکی باشه، شکر. باشه خواهد سر همیاری خودشون رو با این یعنی قدیمیه اون را که پخش میشه. اوکی اوکی اوکی، من آمدم. بله آقای خزایی، ما به گوش هستیم. بله، من میخواستم ضمن عرض سلام واقعا به تمام این ایرانی های عزیز خارج کشور که واقعا دارن در پشت جبهه این مقاومت تلاش میکنن، خواستم واقعا عرض ادب کنم و عرض واقعا قدردانی کنم، چون ما نیومدیم در خارج کشور که جا خوش کنیم. ما به همت خونهای مجاهدین مبارزین اینجا پناهندگی گرفتیم. اگه اونها جون نمیدادن ما که اینجا پناهندگی میگرفتیم. من خودم سفیر بودم، توی یک دیپلمات کاریری بودم، توی چیز که به از همون اول به مقاومت پیوستم توی سفارت و قبلا هم به انقلاب پیوستم. من میخوام به شما بگم که در کشورهای اروپایی که شما زندگی میکنید، عزیزان من، شما برید تاریخ کشورهای اروپایی بخونید. تمام اینها مجاهدت کردند، تمام اینها خون دادند، تمام اینها این دموکراسی ها از روی آسمون نیفتاده پایین. مخصوصا همیاری کردند، مخصوصا کمک های مالی کردند. و این چیزیست که ما باید این را ثبت و ربط چیز کنیم، واقعا ضبط کنیم در تاریخ اروپا. اینها کشته دادن، اینها همینجا تو خیابون‌های سوئد و واشنگتن و لندن واقعا کار کردن، همیاری کردن، پول دادن به مقاومت‌هاشون، مقاومت‌های همه کانون‌های شورشی. هیچ مقاومتی در تاریخ اروپا و آمریکا حتی موفق نشده مگر اینکه کانون شورشی داشته، مگر اینکه اسباب اون کشور پشت صحنه کمک مالی کردن. ولو اصلا نمیشد که توی اروپا فکر کنید که مثلا آزادی میشد. آقای ماکرون چند روز پیش خودش توی چند هفته پیش توی چیز گفت، نورماندی گفت، درسته که ما وقتی که پاریس آزاد کردیم درسته که متفقیم بودم، اما خودش گفت اگه مکیزارها نبودن بخوانید کانونهای شورشی، محال ممکن بود که اروپا آزاد بشه. من میرم اصلا توی 200 سال پیش تو آمریکا، در اونجا هم وقتی مردم آمریکا یه انقلاب ضد استعماری درست کردن که میخواستن انگلیس از کشورشون بزنن بیرون، در اونجا میامدن تو خیابون و جاکت ها بهشون میزدنشون، مثل بخوانید پاسدارا. در اونجا یک سروان آمریکایی به نام وبر یک اسلحه در آورد، بخوانید فرمان مسعود رجوی، که باید ما در مقابل رژیم سرکوبگر باید کنونش شورشی درست کنیم. از اینجای گفتن تیری که وبر در ماساچوست شلیک کرد در همه دنیا شنیده شد. بعد از اون اومد ارتش آزادی بخش و به رهبری جورج واشنگتن. من متاسفم که این غربی ها خودشون که این همه راه ها رو رفتن، کارور شورشی رفتن. شما برید توی مثلا خیابان فرانسه، هنوز جای گلوله های کانون های شورشی هست علیه سربازان هیتلر توی سن ژرمن پاک نکردن. و بعد کمک های مالی مردم فنلاند، من همیشه اینو گفتم، مردم فنلاند زندگی و خانواده و همه رو ول کردن و بعدم 70,000 بچه هاشون رو فرستن به سوئد و کشور اسکاندیناوی برای که برن بجنگن، طلاق گرفتن، هم جدا شدن. من متاسفم که
ایرانی عزیز من باید بدونه چی گذشته برای اروپا که ما اومدیم اینجا پناهنده شدیم. درست راهی رفتن که آقای مسعود رجبی گفته. کانون شورشی درست کردن. زندگیشون سر دست گذاشتن. تمام همه هستیشون، خانوادشون. مثلا توی نروژ یه ایده رفتن توی کوههای نروژ جنگیدن. توی مثلا ایتالیا توی چیز مکیزارها جنگیدن. بعد مثلا فرانکو مثلا اومده توی اسپانیا گفته که خانوادهشون آورده پشت در چیز اشرف مادرید که من بچه‌مو میخوام. اون که من بچه‌م، اون که من خانواده‌ام میخوام. یارو گفته مادر پدر من به خاطر شما دارم الان جونم سر دستم گذاشتم که شما آزاد بشید. میخواستم بهتون بگم که کانون شورشی و تمام اروپا از یونان من تکشیدم تا مخصوصا لهستان، مخصوصا فرانسه، همه این سیستم یک سیستم بوده بر اساس کانون شورشی مکیزار. حالا اونا اسم دیگه میذاشن، میگفتن مثلا کانونهای مثلا مقاومت، ما میگیم کانون شورشی. و بعد کمک مالی نروژی ها با این بس که کشور خیلی فقیری بودن ولی بی نظیر بودن. من خانم رجبی نشون دادم توی موزه مقاومت نروژ که چه کار میکردن اینا. میرفتن پول جمع میکردن. میگه ولی غیر از این راهی نداره. تاریخ غیر از این راهی نداره عزیزان من. این فرمولی که مسعود رجبی و خانم رجبی دادن تنها راهه. هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. درست راهی که همین اروپایی ها رفتن. هندوستان شما فکر کنید، مثلا فکر کنید مثلا هندوستان همینجوری راحت الحلقوم اینا اومدن استقلال گرفتن. نه خیر، وقتی که در 30 خرداد هندوستان به نام امرتسر صدها نفر شهید کردن سربازان انگلیس، یک دفعه بحث کانونهای شورشی شد، بحث جمع کمک های مالی شد و بعد انگلیس دستش بالا کرد. این رژیم که بدتر از همه است. ما باید واقعا سازمان مجاهدین خلق با استراتژی مسعود مریم واقعا پیروی کنیم، بلکه راهی دیگه توی تاریخ نیست. کانون شورشی، کمک مالی، سر دست گرفتن. من خودم مثلا هرچی که در دست داشتم پول، مثلا من همش در حال سفرم تو اروپا، مثلا من بسیاری از مثلا این بلیط هایی که می خریدم و خودم پرداخت کردم و به عنوان کمک به مقاومت اعلام کردم که خیلی چیز ناچیزه در مقابل هموطنان عزیزم. هموطنان عزیزم، از آمریکا تا اروپا تا تمام جهان برید تاریخ مقاومت های اروپا رو، دنیا رو بخونید. اینها کانون شورشی داشتن و کمک مالی کردن و الان مملکتشون آزاد نمیشد. ببخشید که مجال صحبت کردم. احسن با آقای خزایی، با تشکر از نکاتی که گفتن، همیشه با ذکر نکات تاریخی از مقاومت‌های کشورهای اروپایی نمونه‌های بسیار جالبی رو میگن که معلوم بشه هر جا مبارزه‌ای هست پرداخت بها هست. اینجوری با بی هزینگی نمیشه چیزی برد. آقای خزایی در زمینه‌های مختلف، الان هم که بحث کمک و همیاری به سیماس که گفتن، خب این یک سابقه طولانی در همه جنبش‌ها داره، چنان که در جنبش خود ما، در مقاومت خود ما، از روز اول ما از در واقع شروع جنبش ملی مجاهدین که بعد از خارج شدن برادر مسعود و سایر زندانیان مجاهد از زندان تقریبا تشکیلات مجاهدین شکل گرفت، خب اون موقع ما شاید اول دستمون خالی بود و تو از امکانات خانواده ها، هوادارهای نزدیک و اینا استفاده میکردیم. بعد که کار گسترش پیدا کرد، خب این مسئله مالی نیازش به شدت احساس میشد که من یادم از همون اول، الان آقای خزایی گفتن که کانون شورشی و کمک های مالی، از اون اول میلیشیاهایی که شروع به کار کردن، یکی از به اصطلاح وظایف و چیزهایی که خودشون داشتن این که می اومدن هر چی داشتن میدادن. من فکر میکنم اگه اون کلیپی که اون فیلمی که برادر موسی صحبت میکنه که تو مسیری که می اومد توی خونه آقای صادق
یکی از میلیشه‌ها بهش کمک کرده بود، خیلی مناسبت داره که اگه اتاق فرمان میتونه پخش بکنه. بعدم خب من خودم یادم هست که از همون موقع کمک هوادارا بود. موقعی که کاندیداتوری برادر مسعود بود، واقعا ما اون موقع شنیدم هیچی پول نداشتیم که بیایم وارد مبارزات انتخاباتی بشیم. اون موقع شهید والا مقام، شهید ضابطی، مسئول بخش اجتماعی بود، میگن رفت چند روز بعد اومد رو میز مرکزیت سازمان یک کیسه خالی کرد از پول خرد و گوشواره دخترای میلیشیا و همه اینا، گفتش که بیا این انقدر کمکه که برای شروع مبارزات انتخاباتی بهش نیاز داریم. که بعد جالبه که ما وارد پروژه انتخابات ریاست جمهوری شدیم، همون چیزی که بعد از ترسش خمینی مجبور به حذف برادر مسعود از کاندیداتوری شد و کلی به اصطلاح اونقدر کمک‌ها زیاد شد که تونستیم کلی امکانات دیگه ایجاد کنیم، یعنی ورود و خروج ما و اون استقبال زیادی که هوادارا کردن و میلیشیه ها اون موقع کردن. و الان هم واقعا خب هم داریم شاهدیم که با وجودی که 4 روز از این همیاری گذشته، آقای سرابی به حق میگن که چرا به اصطلاح شیوه هایی به کار نمیگیرین که افراد کمتر پشت خط باشن. و من میدونم الان در فاصله بین این ساعتی که هستیم 12:30 تا وارد تماس های اروپا و آمریکا و استرالیا و اینا بشیم، الان خب افرادی که موندن حتما همه نگرانن که نرسن به این چیز. در صورت این سنت کمک به یک جنبش مستقل، یادتونه که ما جنبشی هستیم که علی رغم همه لجن پراکنی های رژیم، برادر مسعود اعلام کرد که در مورد تأمین هزینه های مجاهدین چه در ایران، چه در منطقه و چه در سطح بین المللی، چون خامنه ای اومده بود مدعی شده بود که پول رو یکی از دولت های منطقه میده به نام، که منظورش عربستان بود. به این جهت بعد از اون برادر مسعود اعلام کرد که در مورد تأمین هزینه های مجاهدین چه در ایران، چه در منطقه، چه در سطح بین المللی توسط عربستان، حتی در حد 1 ریال هم خامنه ای سراپا دروغ و مزخرف میگه. به همین جهت ممکنه این 4 روز هم، الان این 4 روز خب به پایان میرسه، ولی نیاز این مقاومت به هممیهنانمون و به کمک‌هاشون تا سرنگونی به طور مستمر وجود داره و چه بسا رو به افزایشه. به این جهت از ما از همه می‌خوایم که اینو به عنوان یکی از وظایف اصلی، یعنی یک جنبشی که روی پای خودشه، مستقله، اینا نیاز داره که همواره تمام هوادارانش، تمام وابستگانش، یکی از پایه‌های اصلی همکاریشون کمک مالی باشه. من خواهش میکنم اگر اتاق فرمان، خواهش میکنیم کلیپ رو اگه آماده است لطفاً پخش کنید. با تشکر. چند دقیقه پیش که ما میخواستیم بیاییم اینجا، نامه ای به ما دادن. نامه ایست از یک پاکتی، از یک واحد میلیشیا. دیدیم بد نیست که به مناسبت همین جلسه این نامه را در اینجا در حضور شما باز کنیم و بخوانیم. یک واحد میلیشیا
میلیشیایی که چند روز پیش شما شاهد حرکت اونها بودید، چه گویا برای برخی ها خیلی سخت و گران اومده، یه پاکتی چه اینقدر اینطوری این پاکتو تزیین کرده با آرم مجاهدین و یک ستاره و در جوف پاکت نوشته هدیه کوچک ما را بپذیرید. یک تیم میلیشیا مبلغی پول. و دو تا گوشواره. گوشواره دخترانه مال بچه هاست. خواهری نمیدونم چند سالش بوده، نوشته حتما اصطلاح غلام حلقه به گوش را شنیده ای. این گوشواره ها یادآور دورانی است که به دور از یاد محرومین مملکتم سرخوش از شادی های کودکانه بر زمین خدا و خلق در مسیری نه در راه رهای توده های مستضعف گام می سپردم. حلقه ها را باز کرده به شما تقدیم می کنم. اما حلقه بندگی خدا را و مسئولیت در قبال خلق را همچنان در وجود خود احساس می کنم. آیا این وارث خونه صادق نیست؟ این و اینها ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها. پس آیا قرآن راست نگفته که انی لا ازی او عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض؟ بله، توضیحات سردار کبیر خلق دیگه از هر نوع توضیحی ما رو بی نیاز میکنه. بله.